در تهران اوضاع رو زیر نظر دارید. بعد از 40 سال دستاورد این انقلاب برای مردم ایران به راستی چه بوده؟ چه چیزهایی رو برای مردم ایران آورد و چه چیزهایی رو از مردم ایران گرفت و روحانیت شیعه در ایران چه نقشی در این ماجراها داشته که ایران به وضعیت امروز رسیده؟ بله، سوال بسیار گسترده است. من فکر می کنم که از دیدگاه چه کسانی نگاه کنم. آقای محمد یزدی می فرماید در این 40 سال به قدر 400 سال پیشرفت کرده ایم. من عرض کردم این قیاس به نفس است. بله، حضراتی که توانستند به منابع ملت و سرمایه های ملت و پول نفت دسترسی داشته باشند، نه 400 سال. من فکر میکنم اینها به اندازه 1000 سالم اگر میخواستن کار کنند به یه همچین تپاول عظیمی از بیت المال و هزاران هزار میلیارد اختلاس نمیرسیدن. بله، اینجا من باید تایید کنم که 400 سال کم است جناب آقای یزدی. شما اگر 1000 سال هم میدویدید هرگز نمیتونستید لاستیک دینار رو به ثمن بخص، آن هم به گونه ای که حتی پول سفته قسط اولش هم از صندوق صنعت بدهند و شما امضا کنید و بعد از موجودی نقدی کارخانه قسط اول رو بدهید. یعنی به هیچ عنوان کارخانه 600 میلیاردی رو 10 میلیارد بدن، 10 میلیارد قسط اولش 2 میلیارد هم بگن سفته بدید، سفتهش هم ندارید، سفتهش هم خود دولت میخره. قطعا اینه. اما اون چیزی که بود، شعار ما استقلال بود، آزادی و جمهوری اسلامی، یعنی 4 رکن داره. من میخوام بگم که متاسفانه به هیچ کدوم از این ارکان نرسیدیم. نه استقلال داریم، وابسته تر از همیشه در همه زوانه، چه صنعتمون، چه کشاورزیمون، چه حتی ضروریات حیاتیمون وابسته ایم. یعنی الان وزیر بهداشت استعفا میده و نگران دارویی که به مردم نمیرسد. از نظر آزادی که خب مشخص است، یه موقعی ما دادمون بر این بود که مثلا کمونیست‌ها هم آزادن سخن بگویند، امروز شیعیان هم در این کشور آزاد نیستند سخنشون رو بگویند. یعنی من شیعه بسیجی که رفتم جبهه جنگیدم، ترکش خوردم، آزادی ندارم که آنچه میخواهم بگویم. جمهوریت بماند، قبل از ما آقای جنتی انتخاب میکنه، ما ناچاریم از سبدی که آقای جنتی 9 شب میذاره بیرون انتخاب کنه. و اسلامیت هم به ضرس قاطع میگویم این چیزی که در این 40 سال انجام شد ارتباطی به سنت نبی و سیره ائمه هدا ندارد. نه پای اسلام بگذارید، نه پای شیعه. همانطور که سیره بنی امیه و بنی عباس و عثمانی ها و صفویه رو نمیتوان پای اسلام گذاشت، این 40 سال هم استثنا نیست. به همون قاعده ربطی به اسلام ندارد. آن چیزی که ما از اسلام میخواهیم باید از سرچشمه خود اسلام بگیریم، یعنی باید از سنت نبی و سیره علی بگیریم. اینها نه به سنت نبی عمل کردند، نه به سیره امیرالمومنین علی علیه السلام. تصور من این هست که شما 4 رکن گفتید، 3 شعار بود، یعنی جمهوریت و اسلام، اسلامی بودن و حکومت رو 2 رکن حساب کردیم. اینطوره به نظر میرسه آقای غزالی. بله بسیار خوب. تفسیر شما رو میشنویم آقای مشیری. آیا واقعا به حساب اسلام نباید گذاشت، به حساب روحانیت شیعه نباید گذاشت و بقیه موضوعات اون چرا که ایشون؟ اجازه بدید که مولانا فرمود که 1 دهن خواهم به پهنای فلک. واقعا این مباحث، ببینید در پاسخ جناب خزلی 2 نکته میخوام خدمتتون بگم. اول یه نکته است، یک نکته مهمه، و اون این که در موضوع پیشرفت ما دوچار اشتباه شدیم. دستاوردهای مادی اینها در واقع پیشرفت واقعی نیستن و دیکتاتورهای گذشته ایران هم در این باب اشتباه میکردن. یعنی تصور میکردن اگر که چهره شهرهای ایران مثل مغرب زمین بشود، اگر که عرض میکنن که مظاهر جدید تمدن مثل رادیو تلویزیون رو عرض میکنن که چیزهای دیگه وارد بکنن،
کافتریاها و نمیدونم هتل‌های بلند قامت و از این صحبت‌ها، این پیشرفت، در حالی که پیشرفت حقیقی در بلوغ سیاسی مردم است و این حاصل نمی‌شود مگر با آزادی بیان و در واقع آزاد بودن روزنامه‌ها. این مهمترین رکن آزادی است که هرگز ما در سایه این دیکتاتوری‌ها نه در زمان آخوندها نه در زمان سابق پیدا نکردیم. به همین دلیل و نبود بلوغ سیاسی بود که مردم ما به چاه ملا و آخوند افتادن. این یک مورد. در نقطه دوم این که آقای شالنگ، وقتی ما اینجا داریم صحبت میکنیم، اکنون که ما صحبت میکنیم قریب 4300 دین در جهان وجود داره. همه اینها هم سوگند میخورن که حقیقت دست اینهاست، بهترین راه اینهاست، دینشون جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است. چرا این میزان ما دین داریم؟ چون در هیچ دینی حقیقتی وجود نداره، عقیده است نه حقیقت. در واقع ایشون اشاره میفرمایند به صدر اسلام و نمیدونم عرض کنم که سیرت علی ابن ابی طالب و اینها، اینها توهمات، یعنی نفس نیک آقای خزعلی. آدمای خوب اینجوری فکر میکنن، یعنی اگر چیز بدی هم هست ندیده میگیرن. اما حقیقت این بوده است که اسلام با دیکتاتوری و استبداد شدید وارد شد و استبداد اسلام هنوز بر جهان، یعنی بر جهان اسلام حکومت دارد و مسلمانان بیچاره این 52 کشور در ادبار مطلق دست و پا میزنند. یک در واقع حکومتی بود که با برکت اروپا، یعنی با برکت پیشرفت اروپا داشت به جای میرسید و در واقع رهبران اصلی اونها در اروپا تأثیر کردن ترکیه بود. این هم آخر نشد، یعنی دموکراسی نیم بند ترکیه هم با زور نظامی و ارتشی نگهداری میشد که اون هم از هم پاشیده و گرایش اسلامیش قوی تر شد. میخوام خدمت شما عرض کنم، میفرمایند سیرت رسول اینها، ببینید وقتی که حضرت رسول در واقع ادعا کردن و اینها، در مکه دچار مشکل شد. یعنی قرآن خدا و کلام خدا اونقدر توان استدلالی نداشت که عربا رو متقاعد کنه به این دین، و میخندیدن، بعض اوقات ایشون مسخره میکردن. در یکی از موارد که در تاریخ ها گزارش شده است این است که ایشون آمد و نمیدونم طواف کرد، اینها چند تا عرب بودن، اونها خندیدن، برگشت خشمگین شد، گفت یک روزی من به خنجر به گردن شما میگذارم. یعنی با یه حالتی گفت که اینا وحشت کردن. و وقتی هم که در واقع هجرت صورت گرفته، ایشون تشریف بردن اونجا، مدینه به صورت یک کمپ تروریستی بوده و با راهزنی کارها آغاز شده و من از سر تا پای اسلام هیچ گونه آزادی و دموکراسی ندیدم. و میخوام خدمت شما عرض کنم که در آیین اسلام سایه خدا به قدری وحشتناک و نیرومنده که انسان دارای هیچ شخصیتی نیست، یعنی تصور این که انسان میتواند منشأ اثری هم بشود از مسلمانان سلب میشه. همه چیز اوست، همه چیز مربوط به اوست و انسان دارای حقوق نیست. خدا میگوید من جان شما را از شما خریدم، در قرآن، ایشون قرآن بهتر از من حتما میداند، و به شما بهش فروختم، بنابراین وظیفه شما جنگ و جدال هست. یعنی اساس قرآن و اساس تعلیمات دین شرک هست در مقابل توحید، و پیامبر اسلام بشیر و نذیر هست، یعنی بشارت بهش میده و میترساند. بنابراین اصل موضوع این است که همه باید به توحید متمن. اگر هم نشد با زور شمشیر، و این داستان جهاد یک اصل بسیار مهم هست در اسلام. از همون ابتدا کسانی که مسلمان نبودن کافر نامیده میشدن، منافق نامیده میشدن. همین برچسب هایی که امروز آخوندها مردم میزنن در اسلام هست، اینا فحشه. مثلا به یهودی میگوید قرد، یعنی میمون، نمیدونم به دیگران میگوید منافق، نمیدونم مفسد و فل ارض و اینا، یعنی هر کسی از مانی و از مانیست بر ماست. و دنیا رو به دو قسمت کردن، دارالحرب و دارالاسلام، یعنی با زور شمشیر. وقتی هم که ما میرسیم به داستان اوج داستان، یعنی اوج آرزوی حضرت رسول، میگوید فتح مکه. شما تصور بفرمایید، یعنی این آیین اونقدر درش آزادگی نبوده،
اونقدر درش جاذبه نبوده که عربا بپذیرن که مجبور بشه 10,000 نفر لشکرکشی کنه بره اونجا و محاصره کنه و به زور اینا رو آقای مشیری هر نکته رو که شما اشاره میکنید جایی بحث بسیار طولانی داره از جمله همین موضوع. اگر در اون زمان نپذیرفتن خب در امروز روز بالای 1 میلیارد پیرو داره و شما اگر در اون زمان به پیامبر اسلام اهانت میشد امروز کسی حتی در همین آمریکا به راحتی نمیشه این کار کرد. یک نوع حتما به این نکات خواهیم رسید اگر وقت باشه. اجازه بدین آقای خزعلی اشاره کنه و اینکه به هر حال پیامبر اسلام کسان دیگه مثل گالیله یا سقراط هم که از در علم در اومدن برخوردی بهتر از اینکه با پیامبران شد با اونها نشد. و نکته رو که توضیح من بدم آقای مشیری درباره پیشرفت گفتن نظرات مختلف و مخالفی هم وجود داره که البته امروز جای بحث ما نیست که راه پیشرفت از کجا میگذره و تعریف پیشرفت ها تعریف های چندگانه ای هست که امیدواریم روزی به این موضوع هم بپردازیم. تفسیر شما رو میشنویم آقای خزعلی. در اسلام هیچ نوع سازگاری عناصر سازگاری با دموکراسی نیست گفته آقای مشیری. بفرمایید. بله من محضر جناب آقای صانعی که بودم خب این مرجع عالی قد ایشون جمله قشنگی میگفتن که کامل ترین نوع دموکراسی در اسلام است. اما من میخوام همین رو بیان کنم. ببینید پیامبر 10 سال حکومت کرده، در این 10 سال برای استقرار این حکومت 7 بار به رأی مردم رجوع کرده. آغازش سال 12 به بعثت بیعت عقبه اولا، یعنی پیامبری که در این 12 سال دعوت کرده بیعت گرفته با بنی هاشم یا نزدیکانش، به ابی طالب رفته زحمت کشیده خاکستر بر سرش ریختن اما ادعایی نداره. اینجا اومدن اهالی یثرب، حالا شد یک جمعیت و یک سرزمین، میخواد حکومت تشکیل بشه. جمعیت آماده، سرزمین هم آماده، بیعت عقبه اولا. سال بعد سال 13 در همون عقبه بیعت عقبه ثانی تشکیل میشه که میگن بیعت الحرب، یعنی ما آماده ایم حتی از تو در مقابل ظالمین که ظلم میکنن به تو دفاع کنیم و تا پای جان آماده ایم بجنگیم. اینجا جنگی نیست. پیامبر داره دعوت میکنه، وارد مدینه میشه، هجرت میکنه. اونها میخوان شبی که شب لیلت المبید میخوان بکشن پیامبر رو. پیامبر هجرت میکنه، میاد به مدینه. بیعت ورود مدینه است چون جمعیت زیادتر شده. قبلا با نمایندگان اهالی یثرب بیعت کرده، حالا با تمام مردم بیعت میکنه و مدینه النبی یعنی سرزمین این حکومت شکل میگیره، جمعیت هم شکل گرفته. 2 سال میگذره، یعنی 15 سال مشرکین قتل و غارت و جنایت کردن، با شکنجه کشتن، سمیه رو کشتن، یاسر رو کشتن و غارت میکردن اموال مسلمین رو. مسلمین هم گرایه که آقا اینا دارن غارت میکنن، اجازه بدید از خودمون دفاع کنیم. پیامبر اجازه نمیداد. اینجا آیه نازل میشه، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به تو اجازه داده شد در مقابل قتالی که کردن، شما رو کشتن و ظلم کردن، از خودتون دفاع کنین. جنگ بدره پیامبر حرکت نکرد با اینکه 3 تا بیعت داره. همه رو جمع کرد، بیعت رضا، میخوام برم به جنگ، بیان بیعت کنی، یعنی رأی مردم. از این زیباتر چی میخوام؟ رفتن جنگیدن غزوه بدر. میگذره، این سال دومه. سال 6 پیامبر میفرماید میخوام بریم امسال به مکه با صلح لباس احرام بپوشین، میخوام بریم به زیارت خانه خدا. همه حرکت کردن در حدیبیه، مشتکی راه رو بر پیامبر بستن. شبهه ایجاد شد، پیامبر که گفت بینیم مکه به تو راه رو بستن. در این شبهه و اینکه پیامبر میخواهد به مشرکینی که 19 سال باهاشون درگیر بوده، حالا میخواد صلح کنه، برای صلح همه رو جمع میکنه، بیعت تحت شجره که معروف است به بیعت رضوان، بیایید میخوام دوباره بیعت کنم، باز رأی مردم، صلح حدیبیه با رأی مردم ادامه پیدا میکنه. سال 8 مکه فتح میشه بدون اینکه خون از بینی کسی بیاد، بدون جنگ وارد مکه میشن. حضرت میگه انتم الطلقا، همه شما آزادید. کاری که در فتح مکه شد، یک نفر رو نمیدن بکشن. حضرت فرمود خانه رئیس مشرکین که در اون خانه هند جگرخوار قاتل حمزه سید الشهدا است، در امن و امانه، حتی به اون هدایایی هم میدن. وارد مکه میشه میگه همتون آزادید. عفو عمومی. باز جمعیت عوض شده، بیعت میگیره.
جمعیت زیاد شده، نمیتونم بگم اون بیعت باقی است، اون موقع مدینه النبی بود، حالا همه جزیره العرب میخواد بشه، دوباره بیعت میگیره، میگذره این سال 80. آقای خزعلی، آیا بیعت آخرین بیعت هم بگم با عزتون، سال دهم جمعیت 120,000 نفره رو میاد حجت الوداع حج رو آموزش میده، در قدیر خون جمع میکنه، بیعت میگیره، یعنی 7 تا بیعت برای 10 سال حکومت، دوم حکومت دموکراتیکی در صلحش، در جنگش، در افزایش جمعیتش مرتب بیعت گرفته، به رأی مردم رجوع کرده، ما نداریم مشابهش در طول تاریخ. بله اجازه بفرمایید آقای مشیری، در دو مهمان گرامی خواهش میگم به کوتاه بفرمایید چه به موضوع بتونیم برسیم، اگه نشود خود برنامه‌های دیگه حتما ادامه میدیم. آیا بیعت آقای مشیری اجازه بفرمایید آقای مشیری، آیا بیعت پیش از اسلام وجود نداشته؟ آیا این سنت اگرم وجود نداشته، آیا این یک سنت که میتونه مورد استناد باشه برای دموکراسی امروزه؟ اجازه بدید قرابت این بیعت مطالبی، اجازه بدید آقای چالنگ، شما وقتی ایشون مطالبی میگویم بنده باید پرسیدن جواب بدم، مطالبی میگوین اشتباه میگفتن آقای خزعلی، بله اشتباه میگفتن، ولی باید هدایت بشه که داستان عقب اولا اینا که میفرمان بایستی ما اولی که هر چیزی از این اسلام میگویم باید پیش زمینه هاشو بدانیم، این ساختار اجتماعی مدینه و مکه رو باید بدانیم، نه که هر چی دلمون میخواد اینو بهش میگن گزارش چسب و قیچی، یعنی ما اون چی که دلمون میخواهد رو قیچی کنیم، بعد به هم بچسبونیم، یه گزارش تاریخی تهیه کنیم. عزیز من، ایشان میخواست برود به یثرب، در یثرب کسی رو نمیشناخت، در یثرب دو قبیله اوس و خزرج بودن که عرب بودن و 5 قبیله یهودی بودن، ابو طالب اونجا آشنایی داشت، این پسر عمو رو آورد، پسر برادر رو آورد اونجا و در واقع نمایندگان اعراب اونجا آمدن، اونا با یهودی ها اختلافات داشتن، اینا همه حرکت های سیاسی بوده، یهودی گفت من این قوم خویشم رو به شما می سپارم، این نص تاریخ طبری است، این نیست که اینا آزادانه بیان اونجا، این صحبت ها شده، آدم ها فرستادن، و وقتی هم که عرض کنم که ایشان رفتن اونجا، طبری میگوید که اینو بارها من گفتم، مکیان گفتن برفتند و برستیم، چون مکی ها اهل آدم کشی نبودن، اگر نمیتونن این رو بکشن، ظرف 13 سال ایشون توهین میکرد به همه بت ها، حرفای اونچنان میزد، کسی بهشون کاری نداشت و تشریف بردن، گفت رفتند و برستیم. میگوید وقتی رسول رسید به مدینه حالت زبان تغییر کرد و آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های جدال و قتال وارد کرد، حتی در ماه های حرام هم که عرب جنگ نمی کردن ایشون جنگ و چیز کرد، حلال کرد. حالا از این مطلب بگذاریم، اینم که می فرماید که حضرت آمدن، چرا اولا لشکر کشیدن، 10,000 نفر آوردن مکه رو محاصره کردن، سرداران سپاه گرفتن و نام 6 مرد و 4 زن رو داد به انضمام در واقع اون نخستین کاتب قرآن، در واقع ابن ابی سهر که این کاتب قرآن بود و آیات رو عوض میکرد چون فصیح‌تر از محمد بود، اونم میپذیرفت، اینم کافر شد، به قول معروف منکر شد و رفت، گفت این یکی اگر به قفل کعبه هم آویزون شده بکشید. اون 4 زن هم زنان نوازنده بودند که نضر بن حارث که اون هم شاعر بود و حجب محمد میکرد و سرش رو بریدن، اینها رو گفت بکشید، اونا رو کشتن. اینقدر هست که این عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر که دستور قتلش آمده بود، این برادر رضای عثمان بود و رب عثمان گفت دارن میگردن منو بکشن، عثمان شفاعت کرد این آزاد کرد، بنابراین اون تعداد رو کشتن در واقع. و در همین جاست که یک خالد ابن ولید رو ایشون میفرستد به یک جایی که ببیند مسلمان شدن، یک قبیله که مسلمان شده بودن همه رو سر میبره. آقای همین خواهی، حالا اینا جزئیات کاره، ولی میخوام خدمت شما عرض کنم که دموکراسی، دمو یعنی مردم، دموکراتیا این واژه یونانی است و 4 رکن داره، یکی در واقع تساوی حقوق، یکی آزادی، یکی عدالت، یکی رپرزنتیشن، یعنی بدون رپرزنتیشن، یعنی که مردم بتوانند کسی رأی بدهند، این دموکراسی محقق نمیشود. و دیگر اینکه چه دموکراسی است و چه قانونی است که در قدم اول 50% از جامعه
عقلشون کمه. اونا کی هستن؟ زنان هستن، هیچ حقی ندارن. اصولا انسان اسلامی هیچ گونه حقی ندارد. ایشون هم نمیتواند برای من مثالی بیاورد که بگوید شما داره این حقوق هستید، اما تکالیف دارد در مقابل خدا، تکالیف دارد. و سایه الله اونقدر سنگین هست که مسلمانان دست و پاشون سست شد، هیچ چیز سازنده از این اسلام بیرون نیامد و هیچ کس نتوانست این اسلام رو نقد بکنه که کشته نشه. یعنی در طول تاریخ ایران ما سه نفر داریم: محمد ابن زکریا، ابن راوندی، احمد کسروی. این سه نفر رو داریم. در واقع هم آثار ابن راوندی رو سوزاندن، هم آثار زکریا رازی. یعنی این اسلام عزیز در طول زمان بدتر و بدتر شده. لایه های خرافات و احادیث جعلی و صحبت های نادرست بر روش پوشیده شده و تا این دین نقد نشود. اروپا هم دچار همین مشکل بود. آدم های بزرگ مثل نمیدونم فیلسوفان بزرگ اروپا عرض کنم آمدن یکی 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 نقد کردن این دین رو و حقوق انسان رو مشخص کردن که از دین جداست. دین هیچ کاری به امور دنیوی نباید داشته باشه چون چیزی نداره. آیا در باب حقوق بچه ها چیزی هست؟ در باب حقوق زنان چه هست در قرآن؟ و در طول این تاریخ وضعیت مسلمین چگونه بوده؟ امروز آیا وضعیتی که در کشور مسلمان هست آیا این زاده تأثیرات قرآن و تعلیمات اسلام نیست؟ این بدبختی و ادباری که هست از کجاست؟ چرا 52 کشور مسلمان همه بیچاره و بدبخت هستن؟ آقای خزالی، تفسیر شما رو میشنمیم. به اضافه این که واقعا بیعت ارتباط اون با دموکراسی سنتی که خب هنوز هم هست در بسیاری از کشورهای عرب هست، رهبران این کشورها که بسیارشون هم اساسا با دموکراسی میونه ای ندارن، بیعت رو میگیرن از افرادشون. تفسیر شما رو میشنوید در مورد اون چیزی که آقای مشیری گفت. بیعت در واقع از دو قوی هم در واقع این دست دادن است. با دست راست دست میدادن و پذیرش اون حکومت بود. حالا یه موقع این بیعت مثلا وقتی به حضرت امیر میرسه، میان دم خونه حضرت نمیپذیره. یه وفیل مسجد اونجا صندوق رأی جمعیت اونجاست، باید با مردم باشه، نه اینکه با من چند نفر بیان. آخر مسجد میشه میگه هازا امر کن، بحث حکومته، بحث هدایت نیست. ببینید اینو باید از هم تفکیک کنیم. یه موقعیه که دینی آورده ادعایی داره، میگه دین من اینه، این هدایته، میگه میخوام بپذیرید میخوام نپذیرید. من یه ادعایی دارم، میگم من از طرف خدا اومدم، شما نپذیرفتیدم نپذیرفتید. اما یه مسئله حکومت است. امیر مؤمنان که ما در تفکر شیعی وصی بلافصل میدونیم و میگیم امامی است که از ناحیه خدا منصوب شده، اما برای حکومت میگه هازا امر کن، امر شماست، به هر کی میخوام بدید. و نه تنها جمعیت رو نمیپذیره، همینطوری چهار تا کاندیدا خودش تولید میکنه، میگه زبیر تو بپذیر، علی تو بپذیر، عبدالله ابن عمر تو بپذیر. یعنی رقیب هم درست میکنه تا مردم انتخاب کنن. این میشه دموکراسی. این در حوزه حکومت است. دموکراسی حکومت مردم بر مردم است. بحث دین رو نگیم. بله، خداوند میگه بزرگترین گناه شرک است و بزرگترین عمل خیر تو امر معروف توحید است. این بحث اعتقادی است، نه بحث حکومتی. ولی فرق آقای خزالی اینجا چون دین تعیین کننده نیست در یک دموکراسی. یک یهودی یا یک مسیحی میتونه مثلا، یا حتی یک مسلمان، کما اینکه الان ما میبینیم بسیاری از مسلمانان در انجمنهای محلی در همین آمریکا از سه نفر به کنگره رفته و در فرانسه وزیر مسلمان داریم. آیا در دموکراسی مورد نظر شما یه همچه امکانی هست برای یهودیان، زرتشتیان، بقیه؟ حالا بسید برسیم به دموکراسی. مردم میخوان انتخاب کنن دیگه. حالا پیامبر اومده اشاره به فرمایش آی مشیری، اوس و خزرج با هم درگیر بودن، جنگ طولانی داشتن، اینو صلح داده. با یهود پیمان نامه ای داشتن اینها. وقتی اسلام میاد اوس و خزرج هر دو مسلمان میشن، با یهود باز قرارداد و تفاهم نامه ای می نویسن که صدای اوس و خزرج در میاد، میگن تو امتیاز اضافی دادی، ما همین امتیازی به یهود نمیدادیم، شما امتیاز اضافی دادید. باز با مسالمت زندگی میکنن تا جایی که وقتی پیامبر در بستر بیماری و مرگ هست، پزشکش کیه؟ یه پزشک یهودیه.
پس راحت با هم زندگی کردن. این که میگن ناسزا به اینها میگن، ببینید یک تمثیل هایی هست در مولوی هم هست، در حافظ هم هست، تمثیل هست نه ناسزا. وگرنه اون چیزی که تکلیف ماست، قرآن میگه لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم، به بت‌های اونها حق ندارید ناسزا بگید. داره تأکید میکنه به بت‌های اونها حق ندارید ناسزا بگید. پس ناسزا نداریم. پیامبر کیست؟ آیه رحمت است. اسمش در قرآن اومده رحمتا للعالمین. میگه او حریص علیکم، بر شما بیشتر از خودتون حرص میخوره به خاطر شما، به خاطر زحمت های شما. عزیز علیه ما انتم، بر او سخت سختی های شما، لذای راحت میگه سهم درست میکنه. هر جا دیدید سختی هست بدونین مال من آخونده، نه مال دین. من اومدم یه پیرایه بر دین بستم، بلا فاصله از همون موقع شروع شد. به خصوص یهودی که میخواستن توطئه کنن، قبل احبارها اومدن و اینها اومدن شروع کردن جعل روایت. بهتون بگم روایات جعلی ما به مراتب بیشتر از روایات صحیح ماست. وقتی که علامه طباطبایی به عنوان یک دینشناس، به عنوان یک کارشناس میگه اگه بخوام از بهترین کتاب روایه شیعه، یعنی چی؟ اصول کافی، مرحوم کلینی، میگه اگه بخوام اصول کافی و روایات صحیحش و متقنش رو جدا کنم یک کتاب جیبی میشه. تازه این کتابیه که ما قبول داریم، یعنی کتب اربعه ما اولیش چی هست؟ اصول کافی. بعدش میره برای کتابهای صدوق و بعد هم شیخ طوسی. یعنی این کتب اربعه با اصول کافی شروع شده. اون رو میگه اگه من بخوام برای شما متقن و در رم کتاب جیبی میشه. پس آیه مشیری عزیز، نریم خدای نکرده از بهارالانوار که خود علامه مجلسی میگه من همه حدیث های روایات جعلی و صحیح و ثقه و ضعیف و حسن و همه رو جمع کردم، برای اینکه بگم دارت معارفی است که چیزی بر اون نیفزایید. پس به اون استناد نکنیم، به تاریخ طبری استناد نکنیم که خود محمد ابن جریر طبری میگه خیلی از اینها رو روایات رو من تایید نمی کنم و صحیح نیست. اینها جمع کردن اما قبول دارن هر دو بزرگوار زحمت کشیدن در کتابهای اونها روایات ناصحیح بسیار است. اما اون چیزی که ما میخوام نگاه کنیم اون دموکراسی است که علی نپذیرفت، گفت مردم باید بیعت کنند. بیعت در اون زمان عین صندوق رأی امروز ما بود و تا مردم این هم بود. آیا قبل از اسلام وجود نداشت آقای خزعلی؟ بیعت یه سنت قبیله‌ای نبود پیش از اسلام؟ ببینید بیعت در قبل از اسلام هم بود است. ما میخوام معنا رو بگیم. قبل از اسلام هم اگر میخواستن بپذیرن که فلانی بزرگ ماست و ما از اون تبعیت کنیم باید بیعت میکردن. لذا زمان عمر و زمان ابوبکر اونایی که بیعت نکردن و به زور آوردن، حتی علی رو آوردن به زور در مسجد تا بیعت کنه، اما عبدالله ابن عمر بیعت نکرد و خیلی های دیگه. این یعنی به نظر شما این یعنی دموکراسی یا یکی از اصول دموکراسی این آداب و سنن و هرچی که هست و محترم به جای خود؟ آیا این میتونه پشتوانه این باشه که دموکراسی ساخته بشه؟ ببینید سعد ابن ابی وقاص کسی که به ایران حمله کرده با علی بیعت نکرد، گفتن بریم بیاریمش، گفتن من بیعتی به اجبار نمیگیرم، اون اختیار داره، اقلیت بیعت نکرده، اکثریت برای من کافیست. این میشه دموکراسی؟ چی هست غیر از این دموکراسی؟ اما حالا این اسلام الان چه اتفاقی میفته؟ من میخوام بگم آیا الان اسلام با دموکراسی یک تعارضی داره؟ مثلا ما در 24مین سالگرد مرحوم بازرگان که رفتیم، همین جمعه بودش دیروز، و آقای حاکم آقاجری سخنان زیبایی فرمودند و متاسفانه اصلاح طلب هیچ کدوم نیامدند. باز هم خب ایشون گفتش که جمع نمی‌شود حکومت دینی با دموکراسی. در جایی گفت دیدیم و تجربه کردیم که سلطنت و ولایت هیچ کدوم ازش دموکراسی در نمیاد. من میخوام بگم که اول این حکومت دینی نبوده، بدترین نوع استبداد استبدادی است که بشه. دینی باشه و از دین استفاده ابزاری کنه. بله، یعنی معتقد هستید که میشه دموکراسی. آقای مشیری شما بفرمایید تفسیر شما درباره اون چی که عزیز من آقای ببینید خزلی. آقای خزعلی گرامی، باید دین رو به دلهای مردم رها کنیم. دوست عزیز دیگه میسر نیست این حرفای قدیمی. آخر این دین چیز محترمی بوده، هر کسی دین رو یک جور تعبیر میکنه، هر کسی خدا رو یک گونه. شما نمیتونید استاندارد از این بسازین، دموکراسی از این. در باب علی هم اینطور نبود، ایشون بسیار بسیار عاشق قدرت بود، بی اندازه ناراحت شده بود.
ببینید آقای چارلنگی، جناب آقای خزنی، یک انتخابات درست شد در تاریخ اسلام، اونم انتخاب ابوبکر بود. انتخاب ابوبکر بود، یعنی شیخ بزرگ، اولین کسی که مسلمان شد، و این مرد کارهای بسیار بسیار انسانی کرده بود، برده ها آزاد کرده بود. این آقا مردمش اعتماد داشتن، به علی اعتماد نداشتن، به جهتی که آدم کشی بسیار کرده بود، جلاد قبیله بود، قتال العرب بود، اینها بهش اعتماد داشتن. اصلا حضرت علی به حساب نمی آمد در زمانی که به ابوبکر شیخ بزرگ مردم رأی دادن. خود رسول ابوبکر رو به پیش نمازی فرستاد. موضوع فقط طبری نیست، واقعی هست، ابن اسحاق هست، عرض میکنم که ابن خلدون هست، مسعودی هست، مورخان هستم، یکی دوتا نیستن. این مطالبی که عرض میکنم در واقع به اجماع مورخین هست، این قضایی که من خدمت شما عرض میکنم. ولی علی آمد، انتخابش نکردن. وقتی هم که دوران عثمان به سر آمد، ایشون خلافت رو با اندکی اکراه پذیرفت. من ندیدم که تعارفی بکند به این آن یا به این آن که آقا من نمیام، شما خلافت کنید. و بعد به خاطر اینکه علی مرد دین بود و اساساً سیاست رو یعنی متوجه گذر زمان نبود، که مردمان روزگار او دیگه گرایان روزگار حضرت محمد نیستن، میخواست در واقع علی به لحاظ سیاسی آدم ارتجاعی بود، میخواست اینها رو برگردونه به روزگار زهد محمد، در حالی که اینا با غارت‌ها ثروتمند شده بودن، نوع دیگری از حکومت رو ایجاب میکرد در زمان علی. این از که دچار مشکل شد و زندگی این مرد در جنگ با برادرکشی گذشت. تا اون زمان برادرکشی نشده بود. ایشون میدونن در جنگ نهروان 4000 نفر رو ظرف 4-5 ساعت کشت، بهترین مسلمانان بودن. و بعد 800 نفر تاریخ تبری و تبرستان گزارش میکنند که 800 نفر از علی روی برتافتند و مسیحی شدند. آمد همه اینا رو کشت، خدمت که چرا مسیحی شدن، و آمد و خانه در واقع زنان اینا رو شروع کرد به فروختن. یه عربی آمد گفت یا علی چه میکنی؟ گفت داره آدم میفروشن. گفت همه اینا چند قیمتشون؟ گفت مثلا 400 هزار دینار یا درهم. گفت من این پولو میدم. نصفشو داد، گفت اینا رو رها کن. رها کرد و این بابا نداشت، فراک پیش معاویه، به حضرت علی خانه او رو آتش زد. در تاریخ اسلام اگر بخونیم میگن اولین خانه‌ای که آتش زده خانه علی ابن ابی طالب آتش زده، یعنی حکومتش با خشونت بود، آدم‌های بی‌لیاقت رو بس کار می‌داشت، سیاست اصلا بلد نبود و بسیار حاکم ناتوانی بود. من به زهدش و علاقش به اسلام و ایمانش به رسول و شمشیرش کاری ندارم، اما حکومت بسیار بدی بود حکومت علی برای مسلمانان. ولی یک محقق مصری هم به این نکته اشاره کرده که اولین انسانی هم که خواستار تجدید نظر شده که آتش زدن زمانی که خلبان اردنی رو داعش آتش زد، گفت ما باید تجدید نظر کنیم، این سنت رو در زمان ابوبکر گذاشته شد، در زمان ابوبکر گذاشته شد که یک نفر مالی رو به جای می برد، می گفت این مال اون زمان بود. و چون این اتفاقاتی در دوران خلفای دیگر هم افتاده که الان بحث ما بیشتر دموکراسی و دین هست، که امیدوارم روزی بحث‌های دیگری هم در همین حوالی داشته باشیم. اما بفرمایید آقای خزعلی، اشاره کردن مسیحیانی که از دین خارج شدن و بعدن مسلمانانی که به مسیحیت گرویدن و بعدن به قتل رسیدن. در دموکراسی شما آزاد هستید و هر عقیده امروز چنین عقیده‌ای داشته باشید و فردا عقیده دیگری داشته باشید، کسی ایرادی بر شما نخواهد گرفت. ولی در ایران این در دین، هر دین بیشتر ادیان چنین بودن، مرتد شناخته میشید و محدور الدم. و حتی این به گروه های چپ ما هم این تلقین دینی نفوذ کرده و هر کسی رو که از مارکسیسم یا اون گروه برمیگرده مرتد و محدور الدم، همون گونه که پرویز نیکخواه گرامی رو انقلابیون چپ به خلخالی تحویل دادن و به عنوان مرتد اعدام شد. آیا در دین دموکراسی مورد نظر شما چنین آزادی وجود داره؟ ببینید، حالا اولا که مسئله ای که گفتم در انتخاب رسیدیم به انتخاب از امیر، اشاره فرمودن گفتن انتخاب دموکراتیک انتخاب خلیفه اول بوده است. خلیفه اول در سقیفه بنی ساعده، سقیفه سایبونه، اجتماعی قبیله کوچک بنی ساعده،
در صورتی که مسجد النبی مرکز اجتماع همه مسلمین بود. پس اگر رفتن در یک سایبون یک قبیله انتخاب کردن، نمیشود گفت صندوق رأی عمومی. در سقیفه بنی ساعده فقط از مهاجرین، نه انصار، ابو بکر بود و عمر بود و ابو عبیده، یعنی کسی از مهاجرین نبود، یعنی داماد پیامبر علی نبود، حسنین نبودند، دیگران هم نبودند. من میخوام بگم نوه های پیامبر، دختر پیامبر، داماد پیامبر در سقیفه بنی ساعده نبودند. سلمان نبود، ابوذر نبود، مقداد نبود، عبان نبود. این چه دموکراسی است که بزرگترین اصحاب نبودند؟ خب اینو بگذاریم. خلیفه دوم چگونه انتخاب شد؟ انتصاب توسط ابوبکر بدون بیعت و رأی مردم. او انتخاب کرد و انتصاب کرد. خلیفه سوم چگونه انتخاب شد؟ خلیفه دوم شورای 6 نفره ای رو انتخاب کرد، گفت شما جانشین من رو انتخاب کنید و اگر 4 نفر به یکی رأی دادین و 2 نفر نپذیرفتن، اون 2 نفر رو گردن بزنید بعد از مجلس خارج شید، و اگر 1 نفر نپذیرفت، اون 1 نفر رو گردن بزنید. یعنی وضعیت این بود، بیعت عمومی و رأی عمومی نبود. تنها جایی که ما میبینیم نپذیرفت و آمد در مرکز اصلی رأی، یعنی مسجد النبی، گفت حالا هازا امرکم را امر شماست، حضرت امیره. این مطالب گفتن تمام روایات دروغین است، یه همچین چیزی نبوده است، اما جنگ اون آغاز شد. علی کشته عدلجه، عدالتی که ما از دموکراسی میخواهیم، همه برابرند. وقتی که طلحه و زبیر اضافه از بیت المال میخواهند، علی شمع بیت المال رو خاموش میکنه، میگن چرا خاموش کردی؟ میگه این شمع بیت الماله، شما کار شخصی دارید، شمع خودم روشن میکنم. اینو کی روایت کرده؟ اینو بارها و بارها بر منبر گفتن. راوی اون کی؟ آقای مشیری اسم راویا رو میاره، تاریخ طبری و بقیه رو اشاره میکنن. این روایت رو که من حتی بخشی هم دارم به عنوان اعاده حیثیت از عقیل، این رو کی روایت میکنه؟ راوی این داستان آیا؟ ببینید، روایت هم از در کتب اهل سنت هست، هم از در کتب شیعه، هم مشترک الحمدلله. نه حالا من اینو میخوام بگم، معنا رو میخوام بگم، اگر اون تفکری که ما داریم آیا متفاوت است یا نه. خب طلحه و زبیر حرکت میکنن، میرن بصره رو میگیرن، حاکم بصره، والی بصره رو ریشش رو میتراشن، یعنی یه شهر رو گرفتن. طبیعتاً خلیفه‌ای که بیعت بده باهاش رأی مردم رو داره، موظف از اهالی اون استان دفاع کنه. یا اگه معاویه نمیپذیرد خلافتی که مردم باهاش بیعت کردن، ناچار میشه اون جنگی که معاویه راه انداخته، و خوارج حرکت میکنن، سلاح برمیدارن تا نهروان میرن، و اون طبیعی است با یه همچین تفکر انحرافی که حتی از خودشون در مسیر نهروان یکی رفته خرمایی که روی زمین افتاده بوده از یه مسیری میخوره، میگن مال مردم خوردی میکنه. یک تفکر خشن داعشی، خوارج چنین بودن، و علی با تفکر داعشی مبارزه کرد. وقتی گفتن اینا دارن سلاح بارش رو طرح میکنن میبرن، گفت قصاص قبل از جنایت نمیکنن. اولین تیر رو ننداختن در جمل، علی تیری نینداخت، و هیچگاه آغازگر جنگ حتی در صفین با شامیان پیرو معاویه نبود. معاویه‌ای که یعنی شما میشه بگیره. نتیجه گرفتن صرف شما که دوران پیام خلیفه چهارم مسلمانان، امام اول شیعیان، این دوران دموکراسی ایدئال شماست، این رو میخواید بگید؟ وگرنه روایت خوب بسیار است، میشه ساعت‌ها پرداخت بمونه. شما این رو میگید؟ یعنی اگر من بپرسم یک نمونه از اون دموکراسی مورد نظر شما، حالا 40 سال در تاریخ حدود 1400 ساله اسلام، همونطور که دین‌های دیگه، نشون بدید که دین تونسته دموکراسی ایجاد کنه. جایگاه خودش بسیار محترم، بسیار شایسته و بسیارم در موارد مفید. اما دموکراسی، نظام سیاسی گرداننده سفره مردم و روابط اجتماعی مردم و بقیه مسائل. خیلی کوتاه آقای خزعلی. ببینید، ما داریم بحث تئوری میکنیم. من میخوام بگم وقتی که یک فرد حبابه نموذر میاد به پیامبر نقد میکنه و اون میپذیره و نظرشو عوض میکنه، آیا غیر از دموکراسیه؟ و شاور هم فل امر، که مشورت کن، بحث شورا رو مطرح میکنه در قرآن، غیر از دموکراسیه؟ لا اکراه. جواب از آقای مشیری میشنم، اجازه بفرمایید. این غیر از دموکراسی است آقای مشیری؟ بحث ارتداد هم عزیزم. که گفتیم ماره اجازه بفرمایید آقای خزعلی. آقای مشیری به همین ببینید، آقای خزعلی مرد نیک نفس نیست، همه چیز دنیا رو خوب میبینه.
این همه مطالبی که گفتن رو من میتونم رد کنم با مستندات محکم. ببینید در همین اینا یکی از کارهای زشت اسلامیون برچسب جاهلی زدن به تاریخ عرب قبل از اسلام بوده، در حالی که اونها مردمان آزادی بودند، متحمل دیگران بودند، ادیان دیگر رو به چشم برادر نگاه میکردن تا این ساری کله الله پیدا شد. در اون جزیره العرب با هندوها بودن، ایرانی ها بودن، مسیحی ها بودن که کلیسا داشتن، تمام ادیان، این اعراب با روی خوش با اینا برخورد میکردن. ذهنیت عرب ذهنیت دینی نبود، تعصب دینی نداشت و نداره، هنوزم بزرگان عرب به همون شکیبه اون روز زندگی میکنن. اینها آمدن، یعنی متلون بود جامعه عرب و اینها یه سنن مخصوص داشتن. مثلا همین یک شورای بزرگ در مکه بود که ابو لهب که قرآن هم بهش فحاشی کرده، تبت یدا ابی لهب و تب، ببینید این مرد زیر 20 سالگی جز اون شورای آدمای بزرگ بوده، یعنی اینقدر هوشیار بوده و بهش اعتماد داشتن که میگفتن ابو لهب قبل از اینکه سبیلاش در بیاد عضو شورا بوده. توجه میفرمایید؟ این یکی. مطلب دیگر که میخواستم خدمتتون عرض کنم این هست که ما در قرن 21 نمیتوانیم اخلاق یه آدمی در قرن نمیدونم 1500 سال پیش رو معیار سیاست در مملکتمون بکنیم. آقا این مملکت نیازمنده یک قانون اساسی دموکراتیک برای امروز ایران داره. اجازه بدید مردم، دین در دست مردم باشه، وارد حکومت نکنید، آقا وارد سیاست نکنید، دین رو تخریب کردید. آقا علاقه مردم، اینا بزرگترین دشمن دین همین آخوندها بودن، مردم باید بکوشن دین رو از دست آخوند و آدم دینی نجات بدن. آقای چالنگی، این به جایی نمیرسه. اروپا هم داد تا اروپایا، یعنی حق و حقوق این آدم های دینی رو معلوم کردن، بازنشستشون کردن تا به یه جایی رسیدن. اگه نه امروز من و شما نمیتونستیم با هم صحبت کنیم، واسه خر و شتر سوار میشیم همون یه جایی ببینیم. این تکنولوژی جدید حاصل در انقلاب صنعتی است، حاصل اندیشه های نیوتونه، حاصل اندیشه های گالیله است. زمانی شد که اینها توانستن اندیشه هاشون رو صادر کنن و به این چیزهای ملموس و دنیای مادی بیاندیشن و کار کنن، که این انسان تنهاست، در اینجا خبری نیست. خداوندم یک موهوم متعالی است، خیلی هم خوبه ولی موهومه. آقای خزعلی خدا رو ندیده، بندم ندیدم، شما ندیدین. آقا این متصور شدن یه همچین چیزی هست، ولی خدای عرب عربیه. میگوید این کتاب من عربیه، مال مردم عرب، کسانی که میتونن این رو بخونن، ایشون قرآن خونه میدونه. اصلا این سنخیتی با دموکراسی نداره قربونتون برم، اصلا مطلقا و ابدا با دموکراسی، به آزادی و حقوق انسانی و قضیه همین آقای زهره خود شیعه هستیم همه ما، اصلا شیعه قبول نداره که رپرزنتیشن باشه. میگوید که در واقع وکیل عامه شدن گناه کبیره است، یعنی شما نمیتونی، آخوند باید باشه، سید که چیز مهدی رو داره و بعد از اون سلسله باید بیاد حکومت. جنگ مثلا آدمای مثل ناینی در عصر مشروطه با آخوندها سر همین بود، اینا میگفتن آقا وکالت عامه حرامه، یعنی اسلام که میگه قانون اسلام هست، ماشاءالله جامع ترین و کامل ترین و بهترین ادیان هست که داریم، ما آخوندها نماینده‌اش هستیم. و ولایت فقاهتی معنیش چیه؟ این همون دنبال داستان امیرالمومنین که ایشون میفرمان. من واقعا تعجب میکنم این شخصیت مدرنی مثل آقای خزعلی تو این قضایا هنوز گیر کردن. چه امیرالمومنینی عزیزم، قربونتون برم، هیچ گونه این علی، این حضرت علی که بنده چند قصیده در وقتش در 15-16 سالی گفتم، هیچ محبوبیتی بین مردم خودش نداشته، بدترین سیاستمداران بوده، بدترین رفتار رو داشته، نادان سیاسی بوده علی. آقای مشیری اجازه بدید، آقای خزعلی کمتر از 3 دقیقه وقت داریم در این زمینه، اجازه بفرمایید. آقای مشیری وقت این که فرمودن جاهلیت مردم با فرهنگی بودن، نخیر دخترانشون رو زنده به گور میکردن، زنان رو به ارث میگرفتن و بعد هم عرب از اجازه بدید آقای مشیری به شما میرسه. ازدواج های عجیبی مثل ازدواج شغار داشتن که به عنوان مهریه دختری میگرفتن، یعنی معامله میشد. زن هیچ هویتی نداشت. اسلام به زن عزت و عظمت داده است و جایگاه بلند زن در اسلام است.
ولی آقای خزعلی من نمی‌بخشید برای اینکه ممکنه برای بینندگان پیش بیاد احتمالا بودن که زنده به گور کردن، ولی در همون دوران خود خدیجه بانوی اول اسلام ایشون بازرگان برجسته‌ای بودن و حتی در روایات هم هست، یعنی من در کتاب‌های مختلف دیدم که در همون زمان بودن بانوانی که ادعای پیامبری هم کردن در همون زمان ها. بفرمایید. خیلی خوب. که اصلا دختر نبوده است، اما طرف وقتی دختران زیادی متولد میشد از خجالت دخترش رو زنده به گور میکرد، نه اینکه اصلا زن نبوده است، طرف بچه اولش دختر بود زنده به گور میکرد چون بچه اول آزادی عمل منظور من هست. بفرمایید. حالا من میخوام که اینکه فرمودن سید باید باشه، نه هم چیزی نیست، بزرگان ما همه شیخ بودن، شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ مرتضی، همه به عنوان حکومتی شد گفتن. پس این رو هم بگذاریم که بحث علمی میماند، همچنین ما داریم از علوم به رخ میکشیم، در یک دهه، در یک سده میبینیم که اسلام آمده است و علم از شرق رفته به غرب. ابن سینا داشتیم، رازی داشتیم و پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. قرآن میگه لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینا برابر نیستن. این آیه رو باید با طلا گرفت. پس علم برای همه علوم، توصیه دین علم است. دین اومده فقط برای اخلاق. برید علم رو بیاموزید، فیزیک رو بیاموزید، سیاست رو بیاموزید، اقتصاد رو بیاموزید. همه اینها علوم بنا نیست آخوند بگه من همه اینا رو جامعه هم. اجتماع اینه که این آقایون میگه ما بلدیم. نخیر، سیاست علم، اقتصاد علم، برید بیاموزید. اسلام آمده است برای اخلاق. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پیامبر حصرش کرده میگه فقط برای اخلاق اومدم، بقیهش دیگه وظیفه. اما در قرآن آقای خزعلی، آغاز قرآن، این کتاب مقدس مسلمانان جهان و محترم، آمده که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، و بعداً متقین رو هم شهر میده. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید آقای خزعلی در ارتباط با دموکراسی؟ و بعد اگر شما به این باور رسیدید جزء متقین بودید و آمدید، طبق فتواهای مختلف محدور الدم هستین، اینجا چجور با دموکراسی این محدور الدم و مرتد بودن سازگار میشه؟ خیلی کوتاه. این داره میگه کتابی که هیچ شبهه‌ای نیست، هدایت است برای متقین. به چی؟ به خدا، به اخلاق، به همون وظیفه دین. بقیهش وظیفه دین نیست، بقیهش علومه. توصیه بریم بیاموزید. دموکراسی اون آزادی که شما میخواهید، ما میخواهیم بگوییم. به ظرف قاطع میگم نظر بسیاری از مراجع حاضر هم همین است که حکم اعدام مرتد تو ادیان دیگه بوده، ما را اسلام نیست، خلاف نص سری قرآنه، خلاف لا اکراه فی الدینه، خلاف انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوراست. خلاف اینه که وقتی میگه الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، پس رفته و برگشته و رفته و برگشته، پس اعدام نشده. آخرش چی میگه؟ لیزداد و کفرا. نمیگه بگیریم بکشینش، میگه ازاش با من اون دنیا به شما ربطی نداره. حکم ارتداد الانم بحث بسیار جدی شده، انشاءالله بندم روی این رساله کار میکنم. حتما ادامه خواهیم داد. آقای مشیری کمتر از دو دقیقه وقت داریم، تفسیر شما رو میشنویم درباره اون چه که خدمت شما جناب چارنگ گرامی. آقای خزعلی، بنده این رو عرض میکنن که خوب و بد بودن یک ایده از این نیست که ما ببینیم در این کتابش بگیم این مکارم اخلاق داشتی. بایستیدی در جامعه چه تأثیری گذاشته. مارکسیسم خوب و بدش در تأثیراتش بر جامعه است. اسلام نیک و بدش در تأثیراتش بر جامعه است. ببینید جامعه اسلامی هزار سال بیچاره و بدبخت تو سری خوره. یه دوره کمی ایرانیا کمک کردن، اون علمم از یونان اومد و هند اومد و ایران اومد، یعنی دوره کوتاه بوده. کوتاه الان 800 ساله که به عربی یک عبارت بین المللی نوشته نشده، هیچی درش نیست در این زبان. بعد از خواجه نصیر طوسی هیچی نیست. یعنی منظور از من این است که اون دوره کوتاه هم ایرانیا کمک کردن. اونا از بقراط گرفته بودن، ارسطو، اینا بهش بودن مشایخ، شاگردان ارسطو. این مقالطه نکنیم که از علم از اینجا به اونجا رفته، نه، اینا علم یونانیا و هندیا و ایرانیا رو نگهداری کردن. چیز جدیدی هم در واقع نه نظام فلسفی نیرومندی ارائه کردن ایرانی ها هم، نه یه علم جدید آوردن. به جز اندکی درس کنید در مسئله نجوم، این مباحث خیلی گسترده است. نمیشه باری تکرار میکنم آقای چلنگی، هموطن گرامی، خوب و بد بودن یک مسلک، یک ایدئولوژی، یک دینی
از اثرش بر جامعه است. چرا آقای غزالی بفرمایند که چرا همه مسلمانان جهان در ادبار و بدبختی و دیکتاتوری زندگی میکنن؟ چرا انقدر دیکتاتوری؟ پرسشی است آقای مشیری، پرسشی از آقای خزعلی، مهمان دیگر برنامه در زمانی که ما به انتهای برنامه رسیدیم. امیدواریم در شماره دیگه تفسیر خبر این موضوع رو نیز بشکافیم و بر محور اینکه آیا دین و دموکراسی با هم سازگار هستند و جایگاه دین کجاست و آیا دخالت دین در حکومت دستاوردهایی برای جامعه داشته یا نداشته، به خصوص در مورد ایران، 40 سال حکومت ملایان شیعه، روحانیون شیعه بر ایران چه دستاوردهایی برای ایران داشت و ایران در حکومت شیعه فقیه به کجا رسید از بابت نتایج انقلاب و پیامدهای آن، آنچه که امروز بر زندگی میلیون ها ایرانی حاکم است و ایرانیان بیش از هر کس در جریان. سپاس بسیار از هر دو مهمان برنامه، آقای بهرام مشیری در تگزاس، با سپاس از شما، و با سپاس از شما آقای مهدی خزعلی در تهران. دکتر مهدی خزعلی، پزشک و دبیر کل جبهه آزادی ایران، و آقای بهرام مشیری، نویسنده، پژوهشگر تاریخ و برنامه ساز تلویزیون.